به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یک از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. توهین به حکومت‌های فعلی و قبلی افغانستان توسط پاکستانی‌ها و افشاگری‌های رحمت الله نبیل. رحمت الله نبیل توییت‌های نظامیان پاکستانی را که در آن نوشته شده است: رژیم کابل یک رژیم دست نشانده است که توسط ایالات متحده آمریکا کنترل می‌شود. درست مانند رژیم های قبلی ببرک کارمل، حفیظ الله امین و ترکی که دست نشانده های قشون سرخ شوروی بودند. مجاهدین افغان هیچگاه رژیم دست نشانده کابل را به رسمیت نشناختند و طالبان هم این رژیم دست نشانده مافیای کابل را. در آخر قشون سرخ شوروی مجبور به معامله با مجاهدین افغان شد، درست قسمی که ایالات متحده آمریکا با طالبان معامله می کند. این موضوع برای رژیم کابل ممکن خوشایند نباشد، اما حقیقت همین است که آنها یک حکومت دست نشانده هستند. بنان زمان آن رسیده است که حکومت موقت ایجاد شود و انتخابات در افغانستان برگزار شود. روی صفحه فیسبوکش به نشر رسانده و چنین پاسخ داده است: این فقط گوشه کوچکی از طرز فکر و دیدگاه نظامیان و سیاسین پاکستان و اگر واضح تر بگویم طرز تفکر دشمنان افغانستان و نظام جمهوری اسلامی افغانستان است. این طرز تفکر تازه ای نیست، بلکه از سالیان دراز و چندین دهه به این سو در قبال افغانستان نزد نظامیان و سیاسون پاکستان وجود دارد. افغانهای وطن دوست هرگز با چنین تفکر خصمانه و ویرانگر دشمنانش سر سازش نخواهد داشت، مگر چند آدم بظاهر افغان و در باطن همسو با دشمن افغانستان. کسی دیگری را نمیتوان سراغ داشت. شما دیدید، با تاسف در میان سیاسون افغان ما کسانی را سراغ داریم که در انتخابات گذشته با انجام دادن بیشترین تقلبات انتخاباتی، استفاده از پول بیت المال در انتخابات و معاملات پنهانی با استخبارات بیرونی باعث ایجاد حکومت ضعیف و نام حکومت وحدت ملی شدند و همینها در مدت 4 سال بیشترین استفاده های شخصی را از حکومت وحدت ملی بردند و با چهره های مرموز و عوام فریمانه باعث تضعیف نظام در عرصه های مختلف شدند و حال هم امینها نشان دادند تا چه اندازه همسویی و همفکری با دشمنان مردم افغانستان دارند. اگر اشرف غنی میخواهد افغانستان را از این توطئه نجات دهد، باید در آوردن اجماع سیاسی از خودخواهی ها و انحصارگرایی ها بگذرد و مردم افغانستان را مطمئن سازد که انتخابات آینده را شفاف و بدون دخالت حکومت برگزار می کند. در غیر آن توطئه پاکستان نه تنها مهار نخواهد شد، بلکه به مراتب باعث تزلزل پایه های نظام جمهوری و گسست اجتماعی در افغانستان به وجود خواهد آورد. شکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.